ما مانند آینه هایی هستیم که زنگار گرفته هستیم. گفتم اول بحثا که دلیل نداره که ما فرزندان بنی آدم افتادیم به جون خودمون، چه خیانت ها و چه خلاصه خرابکاری ها و چه جنایت ها و که داریم میبینیم، هیچ دلیل نداره. ان الله خلق آدم علی صورتی، انسانی که صورت خداست او بیافته به جون هم دیگه، اون این صورت اون صورت هم دیگه بزنن بکشن، خلاصه انواع اقسام جنایت ها رو ازش سر بزنه. این نشون میده که آینه های ما زنگار گرفته است، شفاف نیست که این دو مراقه ها این مشکلات نباشه. ما میخواییم کاری بکنیم که اصلا آینه های دلمون رو پاک کنیم. انسان همیشه اگر بخواد هدایت هادی دیگران باشه، هدایت کنن دیگران باشه، باید سعی کنه که هیچ وقت به خودش توجه نکنه، فقط وقتی که داره صحبت میکنه بگه که من نیستم که دارم صحبت میکنم، یک کسی دیگه داره صحبت میکنه. هیچ وقت خداوند نمیاد برای بندگانش یه شخصی رو قرار بده گمراه، بعد اونا رو به واسطه هدایت گمراه تر کنه. این اصلا محالاته. به خدا قسم اگر کسی از قلب، از طریق قلبش، دلش، باطنش بخواد هدایت بشه، شما این رو راحت پیدا میکنه، اون انسان کامل رو راحت پیدا میکنه، اون شب قدر رو راحت پیدا میکنه. من که درخواستنش شیلی پیلی باشه، درخواستنش همینطوری دیشت بعضی میگن شکمی، دو شکمی صحبت میکنه، اگه آدم با دل صحبت بکنه حتما پیدا میکنه، اما اگه با شکم نه، نمیشه. من تو فکرهای گوناگون هستم، این فکرم میره اون، از من خوب انسان کامل پیدا بکنم، این که نمیشه که. این نیمه شبی دین وری اون وری خلوتی با چهار تا اشکی، یک دل شکسته، یه حالی، ای خدای آفرینش، ای خدای پد هستی، ای خدای کریم، ای خدای رحیم، ای خدای زیبا، ای خدای جمیل، ای خدایی که دل سوز ترین هستی برای هدایت بندگانت، او ولی خودت رو، اون شب قدر خودت رو به من بنمایان تا من رو هدایت بکنه، تو دست من رو بگیره. به خدا قسم پیدا میکنه دیگه تو این اربان های نزهور و فلان و این بر و او بر تو این برنوان نمیافته. کبوتر با کبوتر، باز با باز کند پرواز، شکمی دنبال شکمی میره، اون که دل دنبال دل میره. اگه اینجا رسیدم از عرفان و معنویت میگم و با یقین کاملم میگم که همه تون بالاخره حالا تاوری ما رو شناختین دیگه، هیچ کنه شک و شبه و ترس و وحشت و خوبی هم ندارم از هیچ موجودی. ببین این معنویت، این معرفت، این حقیقت رو فقط به توسط دلم پیدا کردم. دل اگر شرم و حیا نبود پشت میکروفون من چیزایی رو برای شما میگفتم که واقعا تعجب میکنید که در چه جاهایی من خدا رو صدا میکردم، در چه جاهایی. من از بحثم دور نشم، از این آیات شریفه قرآن دور نشم. به خدا قسم اونقدر دل خدا و دل حضرات معصومین ائمه اطهار درد داره که چرا ما این رمز و رموزات آیات قرآن رو نمی فهمیم. یک کبوتر به کبوتر گیرش، کبوتر بازه میگه بیه بیه سری میاد اونجا. آه یه سگ به سگ گیرش وقتی میگه بیه بیه میدونی میاد. یک انسانی که اشرف مخلوقات، صورت خدای کریم، خدای رحیم، بهش میگه بیه بیه نمیاد، بعد در میره پوش میره سنگ میزنه، توهین میکنه، عربوی زشت میزنه،
بعد بیرا میگه اگه زورش نرسه قیمت تهمت اینجوری. ای فرزندان گمراه آدم، به درستی که ما نازل کردیمش در شب قدر، ای کسانی که سالیان دراز 80 خورده سال عمر خود رو گذاشتی برای تحقیق و تجسس و آگاهی و دانایی و عبادت و اینا، همه حقایق، همه کمال رو، کمالات رو ما ریختیم در این شب قدر. چه چیز آگاه کرد تو را که چیست شب قدر؟ به توجه نمی آیی؟ به فکر نمی آیی که این شب قدر چیست؟ خودم میگم برات، شب قدر بهتر است از 1000 ماه، شب قدر بهتر است از اولی که به دنیا میای تا آخری که از دنیا میخوای بری. این بهتره برای تو، رسیدن به کمال، رسیدن به جمال، رسیدن به حق، این بهتره. اگر که تمام این عمرتو گذاشتی برای این شب قدر، انتهای راه تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلامانه حتی مطلع فجر، نازل می شوند ملائکه و روح، نازل می شوند نورانیان و روح القدس، نازل می شوند حقایق الهی، معارف الهی که از ما نازل شده، از ما هستی. یکی که عارف میشه به هر علومی، به هر علمی، به هر اسمی، به هر ذکری، به هر حقیقتی در عالم ظاهر علاقمنده که بفهمه. نازل کردیمش در شب قدر، ما نازل کردیم از شب قدر، ما هستی با تمام حقایقش در مرآت قلب تو انسان کامل که نامت شب قدره، نازل شدیم تو آینه وجود تو. برو شب قدر پیدا کن، همه چی اون توه. علنه دست من یه آینه باشه، همه شما توی آینه هست، همه تو. اگر که پشت روی این آینه همش آینه باشه، مرآت باشه، همه هستی توش منعکس میشه. این یعنی علم، این یعنی آگاهی، این یعنی فهمندگی و راه راحت پیدا میکنه میره. نازل میشوند فرشتگان و روح، نازل میشوند همه حقایقی که به توسط نور هست در روح قدسی تو که به واسطه شب قدر که نامش رب، نامش رب رحیمه، نازل می شود فرشتگان و روح در اون کسی که 1000 ماه 84 سال رو گذاشته برای شب قدر، با شب قدره، نازل می شود فرشتگان و روح در آن شب قدر به اذن پروردگارشان. شب قدر به اذن پروردگارشان، شب قدر همون ربه، شب قدر همون انسان کامله، شب قدر اسمای گوناگون داره، اسمای حسنا داره، اسمای بهتر داره، خوبتر داره، خوبتر. وقتی که رسیدی به انتها، اولین چیزی که به تو داده میشه روح حیات بخشه، روحی که تو رو زنده میکنه، حیات بهت میده، حیات جاویدان بهت میده. وقتی که دارای روح شدی، اومد دو چشمت بینا میشه، همه حقایقی که به عنوان نور هست بهش میگن نورانیان، نورها، انوار، همه انوار بر تو تجلی میکنه، بر تو آشکار میشه.
بر قلب تو آشکار میشه، بر مرآت قلب تو آشکار میشه. اینا همه از نظر ربه. اون ربی که نامش شب قدره، اون ربی که نامش شب قدره.